سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. ماجرای عشق ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد پس از گذشت سالها هنوز یکی از رابطه‌های جذاب میان دو چهره مشهور و سرشناس هنری است. گلستان از اواخر دهه 30 گرفتار فروغ فرخزاد می شود. شاعره جوانی که دل به گلستانی می بازد که 13 سال از او بزرگتر است. ابراهیم گلستان در 21 سالگی با دختر عمویش فخری گلستان ازدواج کرده بود و دو فرزند هم از او داشت. یعنی کاوه گلستان و لیلی گلستان. فروغ فرخزاد وقتی با ابراهیم گلستان آشنا می شود که زنی مطلقه و 24 ساله است و گلستان مردی پرتجربه و مشهور و 37 ساله. فروغ شاعری پر استعداد بود که به خصوص با مجموعه شعر عصیان همه رو حیرت زده کرده بود. آشنایی فروغ با گلستان در سالهای 37 و 38 موجب آغاز فصلی پربار برای او و همچنین ابراهیم گلستان و البته فصلی رنجبار برای فخری گلستان و فرزندانش می شود. اگرچه اصل وجود این رابطه عمیق نه بر خانواده گلستان و فرخزاد پوشیده بود و نه برای عموم، اما ماهیت و جزئیات اون موضوعی بوده که همواره ذهن علاقمندان به فروغ و ابراهیم گلستان رو به خودش مشغول کرده. این ابهامات با مرگ دلخراش فروغ بر اثر انحراف خودرو از جاده از یک سو و سکوت همیشگی ابراهیم گلستان از سوی دیگر بیشتر و بیشتر شده. رابطه ای عمیق، عجیب و البته سرشار از غم و سرخوردگی که به گفته نزدیکان دو طرف زندگی فروغ و گلستان رو برای همیشه تحت تأثیر قرار داد. ماهیت رابطه فروغ و گلستان چگونه بود؟ پوران فرخزاد، خواهر بزرگتر فروغ، در جایی درباره ویژگی‌های رابطه این دو گفته بود. گمانم با معرفی اخوان سالس بود که فروغ در گلستان فیلم مشغول به کار شد. یک روز فروغ با التهاب و هیجان خاصی به من گفت با مردی آشنا شدم که خیلی جالب است. اثر فوق‌العاده‌ای روی من گذاشته. محکم و با نفوذ است. بسیار جدی است. اصلا غیر از مردهایی است که تا به حال شناخته بودم. برای اولین باری است که از کسی احساس ترس می‌کنم. از او حساب می‌برم. او خیلی محکم است و این مرد که بعدها شناختم کسی نبود غیر از ابراهیم گلستان. وقتی گلستان در زندگی فروغ جدی‌تر شد، او هر روز آرام‌تر، تودارتر و ساکت‌تر می‌شد. بعد از اینکه ابراهیم گلستان در نزدیکی استدیو گلستان خانه‌ای برای فروغ ساخت، من که تقریباً هر روز نهار با فروغ بودم، دیگر کمتر او را می‌دیدم. گلستان هر روز برای فروغ مسئله جدی‌تر و عمیق‌تر می‌شد. فروغ با همه قلبش عاشق گلستان شده بود و برای فروغ گویی جز گلستان هیچ چیزی وجود نداشت. این عشق فروغ را از سرگردانی‌ها نجات داده بود. بسیار آرام و ساکت شده بود. از دوستان قدیمیش کاملا کناره گرفت و هر وقت تهران بود تمام ساعتش را در استدیوی گلستان سپری می‌کرد. فروغ برای تهیه فیلم‌ها زیاد به مسافرت می‌رفت. یادم هست چندی قبل از فاجعه مرگش با گلستان سفری به شمال رفتند که در راه اتومبیلشون تصادف می‌کنه و گلستان زخمی میشه. وقتی به تهران بازگشتند، فروغ با نگرانی و از ته قلبش با جوش و خروش خالصانه‌ای گفت: میدونی پوران، اگر خدایی نکرده در این تصادف گلستان میمرد، من حتی یه لحظه هم پس از اون زندگی رو تحمل نمی‌کردم و خودم رو می‌کشتم. پوران فرخزاد در جای دیگر و در تشریح بیشتر روزهای سخت خواهرش در آن دوران تصریح کرد: فروغ از عشق به گلستان تلخی‌های زیادی رو متحمل شد. او هرگز دوست نداشت جای خانم گلستان رو بگیرد. از این رو همواره در مواجهه با پیشنهاد ازدواج دست رد به سینه گلستان میزد. من خودم چند بار شاهد بودم گلستان فروغ رو تا در محضر برای عقد برد. اما خواهرم فروغ در لحظه های آخر به شدت از این تصمیم منصرف میشد و گلستان رو که تا حد مرگ میپرستید سخت میرنجوند. اگرچه خانم گلستان با آنکه بسیار با تدبیر و مهربان بوده و حضور فروغ رو در زندگی همسرش کاملا پذیرفته بود، اما بارها و بارها به شدت باعث رنجاندن فروغ گشته بود و فروغ همواره از این عشق و شوریدگی سرخورده و متاسف بود. دختر گلستان در آزار و اذیت فروغ از هیچ کاری دریغ نمی کرد. فروغ دختر و پسر گلستان رو می پرستید. یک روز به من گفت: خواهر، من اونها رو می پرستم، اما این دختر از من به شدت متنفر است. پسر گلستان رابطه صمیمانه‌ای با فروغ داشت. حتی وقتی کاوه در لندن به سر می برد، همواره با فروغ مکاتبه می کرد. میان اونها حسن تفاهم کاملی برخوردار بود. یک روز به خوبی به یاد دارم برای دیدن فروغ رفتم به استدیوی گلستان. گلستان اون روزها در سفر اروپاییش بود.
فروغ رو به شدت ناراحت و گریان دیدم. چشمانش سرخ و ورم کرده بود. در مقابل اصرار و ناراحتی هام گفت داشتم در کشوی گلستان دنبال چیزی میگشتم که چند تا کاغذ به دستخط او دیدم. نامه‌هایی بود که در سفر قبلی خطاب به زنش نوشته بود. در این نامه‌ها به زنش نوشته است که آنچه در زندگی تنها برایش مهم هست فقط اوست. مرا برای سرگرمی و تفنن می‌خواهد که من هرگز در زندگیش مهم نبودم و در نامه‌هایش به زنش این اطمینان را می‌دهد که این زن برای من کوچکترین ارزشی ندارد. وجود من برای او هیچ است و هر چه هست تنها تویی که زن من و مادر فرزندانم هستی. فروغ می‌گفت و با شدت می‌گریست. بعد گفت به محض اینکه گلستان برگردد برای همیشه از او جدا خواهد شد. فروغ البته وقتی گلستان برگشت نه تنها از او جدا نشد بلکه رابطه عمیق‌تری بین اونها به وجود اومد. بیشک گلستان برای نوشتن آن چیزها دلایل قابل قبولی برای فروغ آورده بود. فروغ با گلستان ماند تا اینکه یک بار بر سر عشق گلستان و ناراحتی‌های تلخی که این مرد همواره برایش فراهم می‌آورد دست به خودکشی بزند. یک جعبه قرص گاردنال را یک جا بلعید. حوالی غروب کلفتش متوجه این مسئله می شود و او رو به بیمارستان البرز می برند. وقتی من خودم رو به بیمارستان رسوندم فروغ بیهوش بود. پس از اون هرچه پرسیدم او چرا قصد چنین کاری رو داشت هرگز یک کلمه هم در این رابطه با من حرف نزد. اما کلفتش گفت آن روز گلستان به منزل فروغ آمده بود و به شدت با یکدیگر به دعوا و مجادله پرداخته بودند و پس از اون بود که فروغ قرص ها رو خورد. اگرچه توضیحات پوران فرخزاد در تشریح این رابطه کاملا گویا و شفاف هست، اما نوشته های کاوه گلستان درباره رابطه پدرش با فروغ هم جای تأمل دارد. کاوه که به واسطه حس سمپاتی با پدرش توانسته بود حضور فروغ رو در زندگی ابراهیم گلستان درک و حزم کند، ابتدا در توصیف فروغ می نویسد 10-12 سالم بود که فروغ در خانه ما رفت آمد داشت. برای من خیلی جالب بود. فروغ خانم جوانی بود که یک ماشین آلفا‌رومئو آبی آسمانی داشت و سقفش رو بر می داشت. این برای من تصویر یک انسان آزاد و رها بود. هر وقت فرصت می کرد من رو سوار ماشین می کرد و می برد شمیران می گردوند. اون لحظاتی که در ماشینش بودم برام لحظات تعیین کننده‌ای بود. روی من خیلی اثر می گذاشت. نمی دونم چرا ولی احساس آزادی می کردم. امواجی که از او می اومد امواج یک آدم آزاده بود. اما او در ادامه درباره شرایط روحی پدرش پس از مرگ فروغ می نویسد رابطه پدرم با فروغ یک رابطه باز بود. چیزی نبود که در خانواده ما به عنوان یک رابطه مجهول و یا مخفی به اون نگاه بشه. وقتی که فروغ مرد همه چیز عوض شد. پدرم به یک حالت عجیبی گرفتار شده بود و فضای خیلی سنگینی در خانه ما حکم فرما بود. برای من و مادرم خیلی سخت بود که بتونیم فشار غم پدر رو تحمل کنیم. او آدمی شده بود که نمیشد باهاش حرف زد، نمیشد باهاش رابطه برقرار کرد. توی خانه حضور داشت ولی انگار در این دنیا نبود. من یادم میاد از پنجره اتاقم بیرون رو نگاه میکردم. پایین حیاط درخت کاجی بود که پدرم کاشته بود. هر دفعه که بیرون رو نگاه میکردم پدرم رو میدیدم که مثل آدمهای در خواب لای این کاجها ایستاده بود و داشت اونها رو بو میکرد. امواج غم دور و برش خیلی شدید بود. اگر عشق چیزی است که با مرگ روی آدم چنین تأثیری میذاره، پس اصلاً عشق به چه درد میخوره؟ اشکال طبیعتاً از فروغ نبود. اشکال از پدرم بود که خودش را تا این حد به او وابسته کرده بود. جوری که با قطع این رابطه، پدرم هم زندگیش قطع شد. با اینکه پدرم بعد از مرگ فروغ تولیدات بسیار ارزشی داشت، اما من دیگر به عنوان یک انسان زنده به او فکر نکردم. تا آنجا که به من مربوطه، پدرم هم با مرگ فروغ مرد. مرسی که تا پایان همراه ما بودید. حتما نظرتون رو در قسمت کامنت و در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید. و اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.